درود دوستان خوبم، هنگامه هستم، با آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدم با یه سوپ خوشمزه ترکی، سوپ دالدس که اینجا تو ترکیه خیلی طرفدار داره. البته رسیپی‌های مختلفی براش هستش که من یکی از اون خوشمزه‌هاش رو براتون انتخاب کردم که درستش کنم. یه خورده روغن می‌ریزم توی قابلمه‌ای که می‌خوام سوپ رو درست کنم. یه دونه پیاز درشت رو ریز نگینی خرد کردم. پیازها رو تفتش میدم. بعد از اینکه سرخ شد و سبک شد بهش یه قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم. یه خورده هم تفت میدم با زردچوبه. بعد بهش دو تا قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی اضافه میکنم. در حدی که رنگ رب به روغن در بیاد تفتش میدم، انقدر که خامی رب هم گرفته بشه. دو تا هویج متوسط رو پوست کندم، حلقه خوردش کردم، میرزم توی قابلمه و یه کوچولو تفت. دو تا سیب زمینی کوچیک هم خرد کردم، اونا رو هم اضافه میکنم. دو تا حب سیر رنده شده. و همه مواد رو دو سه دقیقه با هم دیگه تفت میدم. البته روغنش دیدم کم شد، من یه کوچولو هم دوباره روغن اضافه کردم بهش. حالا ادویه ها، یه قاشق چای خوری پودر فلفل قرمز شیرین یا تند بسته به ذائقتون اضافه کنید. فلفل سیاه یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری هم آبیشم میریزم و دوباره تفتشون میدم. یکونیم پیمانه دالدس رو شستم، آبش رو خالی کردم، اون رو هم اضافه میکنم به بقیه موادم. دالدس هم اجازه بدید یه دو سه دقیقه تفت بخوره. تو این فاصله که تفت بخورم مواد سوپ، دو تا عصاره گوشت رو با دو تا پیمانه آب مخلوط میکنم. اون رو هم به غذام اضافه میکنم و حدود 4 پیمانه دیگه هم بهش آب اضافه میکنم. در کل 6 تا پیمانه بهش آب اضافه کردم. حالا بعد از اینکه به جوش افتاد میذارم 1 ساعت با حرارت ملایم بپزه و خوب جا بیفته سوپم. بهش هم نمک اضافه نکردم چون عصاره که استفاده کردم نمک داشت. میتونید عصاره هم نریزید، از آب مرغ استفاده کنید یا با همون آب خالی بپزید، هیچ مشکلی نداره. بعد از اینکه سوپ پخت با بلندر به صورت پوره درش میارم. میذارم روی اجاق یه دو تا دیگه قول بخوره.
حالا سس روی سوپ رو آماده میکنم. یه قاشق غذاخوری کره، یه قاشق غذاخوری روغن مایه. بعد از اینکه روغن داغ شد بهش یه قاشق غذاخوری پول بیبر یا همون فلفل پرک تند، اگه نبود میتونید از همون پودر فلفل قرمز هم استفاده کنید. بذارید 30 ثانیه فلفل تفت بخوره تو روغن و کره. بعدش هم که سس فلفلمون حاضره. سوپمون پخته، آماده شده. میریزم توی ظرف سفت، روشم سس فلفل میریزم. اگه دوست داشتید میتونید آب لیمو هم اضافه کنید، یه طعم فوق العاده خوشمزه و نوشه جان. واقعا سوپ خوشمزه ایه، حتما درست کنید از این سوپ خوشمزه که ویتامین خالص هم هستش، لذت ببرید از طعم بی نظیرش. امروز هم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. مثل همیشه تا آخر ویدیو همراه هم بودید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. ویدیو رو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. برای حمایت از منم ویدیو رو لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و مشترک کانالم بشید. کامنت هم یادتون نره. دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم دیگر رو میبینیم.